به نام خداوند یکتا و مهربان، دوستان نهایت عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم خدمت شما عزیزان قرار دارم و با یک برنامه جدید و یک خبری خیلی خوشحال کننده. کاری که در قرن ها نشد، کاری که در 20 سال حکومت گذشته نشد و کاری که سر و صدای همسایه ها را کشید. بله، کانال قوشتپه. با جاری شدن آب در کانال قوشتپه سر و صدای همسایه ها بلند شد و امیدی برای افغانستان سرسبز و نوین بخشید، لبخندی برای افغانستان و افغانیان آورد. دوستان نهایت عزیز و گرامی، هم واقعا پیام ما برای دوستانی که در رسانه هاست یا در چینل یوتیوب هاست یا در تلویزیون هاست، تنها به رسانه نیست بلکه بر تمام ملت افغانستان است، چه در داخل کشور چه در بیرون کشور هستند. پیام ما همی است که باید از این پروژه حمایت کنیم، صدای خدا بلند کنیم، صدای خدا بلند کنیم و از این پروژه حمایت کنیم، چی در داخل افغانستان هستی چی در بیرون افغانستان هستی. یک افغان خو هستی، اگر واقعا افغان هستی و افغانستان را دوست داری، وطنت را دوست داری، پس صدایت بلند کن و از این پروژه حمایت کن. واقعا با جاری شدن آب در کانال قوشتپه لبخندی برای افغان ها و افغانستانی غمدیده و رنجور لبخند به لبهایشان آورد. دوستان نهایت عزیز، میریم پیامی استاد عبدالصمد را رابطه به کانال قوشتپه میشنویم و دوباره پس میگردیم. و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چیز به وسیله آب زنده است. اگر انسان است بدون آب زندگی کرده نمیتواند و اگر حیوان هست بدون آب زندگی کرده نمیتواند. و اگر اشیا و اشجار را نگاه کنید، بدون آب سبز مانده نمیتواند. و آب یکی از جمله نعمتهای بزرگی است که الله تبارک و تعالی برای بندگانش قرار داده. و ما در کشور عزیز ما یکی از ثروتهای بزرگی که داریم منبع آبی هست. اما این که متاسفانه سالهای متمادی نتوانستیم از این سرمایه و ثروت بزرگ استفاده بکنیم، مقصر کیست؟ شاید بگویید مداخلات دیگران است. شاید در ذهنتان سوال پدید بیاید که عدم موجودیت متخصصین هست. شاید در ذهنتان سوال بیاید که از جهل و ناتوانی خود ما هست. و شاید بگویید که بیکفایتی و بیلیاقتی و بیمسئولیتی کسانی است که کشور را در طول 20 سال مدیریت میکردن. من میگویم همه این موارد صحیح است. بلی، در جامعه که متخصص نباشد، در جامعه که رهبران اون به فکر جیب خودشان باشند، به غم ملت نباشند، در جامعه که به جایی که به مسائل کلی بپردازیم ما شب و روز به کله هم دیگر زده روان باشیم، در جامعه که مسئولینش منافع داخلی ملت خودش را فدای منافع کشورهای همسایه بکند، خب وضعیتش همین است دیگه. بله، واقعا دوستان عزیز، در طول یعنی 20 سال حکومت قبلی همین طور بود. هر کس در جیب خود فکر میکرد، هر کس به نفع شخصی خود کار میکرد. خب میریم ادامه برنامه رو میشنیم. بنان عزیزان من، از روزی که کار کانال قوشتپه شروع شده تا امروز، شما میبینید از هر طرف سر و صدا بلند میشود، کشورهای همسایه ما به داد و فریاد آمدن که اگر این پروژه تکمیل شود و بتوانن افغان ها از این آب استفاده کنن، بناهن نظم آبی آسیای میانه به هم میخورد. در حالی که سرمایه و ثروت از من و خودت است و سالهای متمادی دیگران استفاده نمودن مفت و مجانی و رایگان، امروز به جای این که ما باید دعوا بکنیم، ما باید استاد بشویم که شما سالهای سال از این سرمایه و ثروت مملکت ما استفاده کردیم، بناهن دیگران میآیند دعوا را شروع میکنن. دوستان عزیز، یک مطل یاد آمد، میگه زمانی که با یک کسی که دوست میتی از بند دوست میگیره.
در این چندین سالی که کشورهای همسایه از حق آبی ما استفاده کردن و باز هم از ما شکایت دارن. میریم ادامه برنامه را میشنویم و از ضعف ما خودت استفاده میکنم. من بارها فریاد زدم که الله تبارک و تعالی انواع سرمایه را در این مملکت قرار داده. بسیار از کشورهای دنیا را که شما بروید بخوانید، بعضی کشورهای وجود داره که اصلا منابع طبیعیش امروز صفر است و کشورهای است که شاید دو نو، سه نو، چار نو منابع طبیعی داشته باشه، ولیکن در مملکتی که ما خودش زندگی میکنیم بالاتر از صدها نوع معادن وجود داره. معادنهایی که در افغانستان است واقعا بی نظیر هستن. لاجورد بدخشان، زمرود پنجشیر، نمیدانم انواع سنگ های قیمتی در افغانستان وجود داره، در بیشتر کشورها نیست، هنوز دست نخورده باقی مانده در زیر زمین. و این آب هایی که در افغانستان است، آب های شیرین، ولی بیشتر کشورها که هستن آب دارن، آب شیرین ندارن، آب شور دارن. خوشبختانه افغانستان سراسر آب است و آب شیرین. خب میریم ادامه برنامه را میشنویم دوستان. و به ارزش تریلیون ها دلار سرمایه وجود داره. بله. از سنگ و از زمرد و لاجورد و نفت و گاز و آب و زمین زراعتی هیچ چیزی نیست مگر که در این وطن الله تبارک و تعالی قرار داده. اما چرا ما با این همه بدبختی روبرو هستیم؟ فقر در وطن ما بیداد کند، فساد در وطن ما بیداد کند، مهاجرت از کشور ما باشد، بی‌نظمی و بدبختی در مملکت ما باشد. چرا؟ مگر ما نداریم همین ظرفیت و همین توانایی را؟ داریم. ما را متاسفانه مصروف ساختن، مشغول ساختن. ما اگر وقت می‌گذاشتیم، سرمایه های خود را استفاده می‌کردیم و امروز دارای بندهای برق می بودیم، بندهای آبی می بودیم و این آبی که هر روز به کشورهای همسایه سرازیر میشه، جلوی سرازیر شدن این آب رو می گرفتیم، امروز می دیدی وضعیت ما در کجا قرار می داشت. اما ما به جاییم که به مسائل اولیای مملکت خود بپردازیم، به جاییم که بیایم سر ساخت بندهای آب و برق فکر بکنیم، به جاییم که بیایم سر استخراج معادن فکر بکنیم، به جای این که بیایم سر یک ایجاد یک حکومتی که قابل پذیرش برای همه ما باشد سر این موضوع فکر بکنیم، به جای این که بیایم از کادرها و از متخصصین ما استفاده بکنیم، استقبال بکنیم، حمایتشان بکنیم، ما شب و روز مصروفی هستیم که والله قوم فلانیت اکثریت است، قوم فلانیت اقلیت است. پشتون بهتر است، تاجیک بهتر است، هزاره بهتر است، ازبک بهتر است. دوستان نهایت عزیز، در طول 20 سال حکومت گذشته واقعا همین قوم پرستی خیلی رواج شده بود. نمیدارم تاجیک هستی، من پشتون هستم و هزاره هستم و خیلی دامن زد شده بود. خب میریم ادامه برنامه رو میشنیم. چی باید قدرت رو در دست داشته باشه؟ چی کسی باید در رأس نظام باشه؟ چی کسی نباشه؟ غافل از این که اینم کار دشمن است. کار کسانی است که ما را با این قضایا مصروف ساختن تا دیگران از سرمایه های وطن هم استفاده کنند. دوستان نهایت عزیز، سخنان جناب استاد را بعد از یک گزارش میشنویم. یک گزارش رابطه با کانال قوشتپه تهیه کردیم که قوشتپه در کجا موقعیت داره و چرا سر و صدای همسایه ها را کشیده است. میریم او را با هم میشنویم و دوباره پس برمیگردیم. کانال قوشتپه فواید برای افغانستان و پیامدها برای همسایگان چی خواهد بود؟ با تکمیل شدن کار پلهای کانال قوشتپه، پل حیرتان و پل خط آهن، آب کانال قوشتپه از زیر این پلها جاری شد. جاری شدن آب در داخل کشور با مثل جاری شدن خون در بدن حیاتی می باشد با امید پیشرفت و آبادی افغانستان. کانال قوشتپه از بزرگترین کانال های آبرسانی افغانستان و منطقه است که به هزینه 15 میلیون دلار از بخش های کلدار بلخ به طول 285 کیلومتر و عرض 100 متر و عمق 6.5 ساخته شد. کانال قوشتپه
هفته 30 فاز اجرا می شود و آب آن از بخش های خلم، نهرشاهی، دولت آباد، ولایت بلخ عبور کرده است و به بخش های آخچه، مردیان و خواجه دکو ولایت جوزجان رسیده و از آنجا به بخش های انخوی ولایت فاریاب سرازیر می شود. در مسیر این کانال بزرگ آبی چندین آبگردان سیستم های آبیاری و بند کوچک برای تولید برق در نظر گرفته شده که با اجرای آن در یک سال 9 میلیارد متر مکعب آب ذخیره و 600 هزار هکتار زمین به آبی تبدیل خواهد شد. کانال قوشتپه روزانه خودکفایی زراعتی افغانستان. رئیس جمهور ازبکستان گفته که کانال قوشتپه تعادل آبی آسیای میانه را برهم می زند. اگر بالای تعادل آبی صحبت می کنیم، پس باید در مقایسه حوزه آبریزی آمو دریای بالای آن صحبت کنیم، نه تنها در مقایسه یک دو کشور. دریای آمو را روزها توسط کانال های بزرگ آبیاری در ازبکستان و ترکمنستان به خصوص کانال قراقوم از مسیر طبیعی آن که به جهری آرال می انجامد به بحیره کسپین منحرف کردند و حدود 1 میلیون هکتار زمین زراعتی را در ترکمنستان زیر کشتی پخته آوردند. دیگر دریای آموی سابق باقی نماند. جهیل آرال خشک شد و گرد و خاک آن کل منطقه به شمول افغانستان را متضرر ساخت. عبور این کانال ها از مناطق ریگزار با آب زیرزمینی شور باعث شد تا سطح آب شور بالا بیاید و زمین های زیادی را به شورزار مبدل سازد. ترکمنستان هنوز هم بعد از 60 سال برای رفع شورزار شدن زمین های زراعتی این کشور دست و پنجه نرم می کند. زمانی که کشورهای آسیای میانه دست به ساخت تحکیمات یک جانبه سواحل آموی دریا کردند و دریا به سمت افغانستان تغییر کرد و سالانه صدها هکتار زمین زراعتی در سواحل افغانستان تامه دریای آمو گردید و همچنان این روند همه ساله ادامه دارد. در هیچ یکی از این اقدامات و استفاده یک جانبه از آب دریای آمو حتی افغانستان در جریان گذشته نشده است. بنابراین حساب ما با کشوری آسیای میانه زیاد است. دوستان نهایت عزیز، شما گزارش را که در رابطه با کانال قوشتپه تهیه کردیم شنیدید. میریم ادامه برنامه و سخنان استاد عبدالصمد را میشنویم. بنان هموطن عزیزم، من این را میگویم، هنوز وقت داریم، هنوز فرصت داریم، بیاییم که با هم برادر بشیم به معنای واقعی، دوستانه و صمیمانه. از هر قومی که هستیم، از هر نژادی که هستیم، از هر مذهب و دینی که هستیم، وقتی در خانه مشترک به نام افغانستان زندگی میکنیم، ما همه برادر هم دیگر هستیم، عزیزی هم دیگر هستیم. والله که هیچ کسی نسبت به کسی دیگری برتری نداره. نه عزت به کثرت قوم است، نه عزت به قدرت است، بلکه زمان عزیز میشویم که جغرافیای به نام افغانستان عزیز شود، ساخته شود، آباد شود، منابع طبیعیش استخراج شود. شرم است که امروز دنیا به کجا رسیده، ما سر چی بست داریم. به خدا شرم است برای نمو عالم، برای نمو سیاست مدار، برای نمو طبیب، برای نمو مهندسی که در نمی مملکت هنوز به فکری تفرقه و به فکری به اصطلاح کهنه و فرسوده اینو آن است. چرا؟ ما ظرفیت های خیلی بالایی داریم در این وطن، بیایم ازش استفاده کنیم. هر کسی که باشه، از هر قومی که باشه، او عضوی از اعضای خانواده ماست. بنابراین وقتی این رسیده که باید همه دست به دست هم داده و در کنار هم دیگر اختلافات را کنار بگذاریم، بیایم همین فرصت پیش آمده را از دست ندهیم. خواستیم از برادران امارت اسلامی همیست همه با هم یک حکمت قوی فراگیر که مورد رضایت همه مردم ملت باشه. دوستان نهایت عزیز، تشکر از این که تا این دمی برنامه با ما بودید. واقعا من یک تشکری خاص از امارت اسلامی دارم که سپاس از شما، از صمیم قلب واقعا سپاسگزار هستم که لبخندی
برای ملت غمدیده و ملت رنجور ما بوده. باز هم سپاس. تا یک برنامه دیگر، الله نگهدار.